درود عزیزان دلم به درس دو خوش اومدید از هزار جمله اساسی حیاتی و مهم که شدیداً در زندگی روزمره اینجا در کانادا و آمریکا به شدت برای ارتباطات استفاده میشه این هزار تا جمله رو انتخاب کردیم چون سریعتر و خیلی راحتتر و کاربردی میتونید انگلیسی رو یاد بگیرید باشون صد اول رو تو درس یک براتون گفتیم اکیدا توصیه می کنم درس یک رو کار کنید چون در درس یک یه مقدار تشریحی تر و یه مقدار پایه تر با هم کار کردیم که این آمادگی براتون ایجاد بشه در این درس بتونید ادامه بدید در این درس یه مقدار خلاصه تر کار خواهیم کرد چون بیس لازم رو در درس یک به دست آوردید و ممنونیم که با یک کامنت زیبا نظر خودتون رو اعلام بکنید و با یک لایک اجازه میدید که این ویدیو منتشر بشه و دیگران هم بتونن ببینن و از رهگذر این نیک خواهی برکت به زندگی خودتون هم بازتاب داشته باشه ممنونیم ممنونیم دمتون گرم سپاس گذاریم بریم درس دو That is right That's right That's با همین تلفظ و اگر توجه بکنید در اینجا تی ایچ حالت دوم تلفظ تی ایچ That's right دقت بکنید که R رو وقتی میخواید تلفظ بکنید زبونتون نزدیک به سقف دهان Right یعنی درست حق یا سمت راست That's right یعنی درسته حرفی که میزنی درسته That's right That's right You are right. You are right. Right که گفتیم حق، سمت راست یا درست و you are right یعنی حق با شماست، شما درست میگید. با هم تکرار میکنیم. You are right. You are right. Tell me more. Tell me more. tell me یعنی به من بگو فعل tell یعنی گفتن و معمولا با یک مفعول میاد در اینجا مفعول می tell me به من بگو more بیشتر tell me more یعنی به من بیشتر بگو ابراز علاقه مندی میکنی به موضوع و میخوای که بیشتر بدونی tell me more tell me more are you busy are you busy بیزی یعنی شلوغ. are you busy یعنی آیا سر شلوغه آیا تو شلوغی؟ و در پاسخ میتونید بگید i am busy یعنی من سرم شلوغه یا تو سر شلوغه میشه you are busy که در حالت سوالی میشه are you busy آیا سر شلوغه با هم تکرار میکنیم are you busy are you busy it is snowing it snowing "It's" به س ختم میشه و "snowing" با س شروع میشه. برای راحتی تلفظ این دوتا اس به هم میچسبن و میشه "It's snowing". داره برف میباره. اگه بخوایم بگیم بارون داره میباره میگیم "It's raining" و اگه بخوایم بگیم داره برف میباره میگیم "It's snowing". "It's snowing". با هم تکرار میکنیم. "It's snowing". "It is amazing". It's amazing. Amazing یعنی شگفتانگیز شگفتاور. It's amazing یعنی شگفتانگیز شگفتاوره. نکته تلفظی رو بچه دقت بکنید. اینجا به it's به s خط میشه و amazing با ای شوا شروع میشه. یعنی یه چیزی بین ا و ا. اگر توجه بکنید s در اینجا میچسبه به ا در amazing. It's amazing. It's amazing. شگفتانگیزه نه؟ It's amazing. it's amazing it is obvious it's obvious obvious یعنی واضح معلوم روشن it's obvious یعنی واضح معلومه که این روش یادگیری اگر دنبال بشه و جملات رو تکرار کنید بی نهایت رشد میکنید و عالی پیش خواهید اومد تقت بکنید بچه دوباره اینجا اتس به سخت میشه و آبویس با آ شروع میشه بنابراین تلفظمون میشه اتس آبویس زابویس میشنوید شما اما توجه بکنید که تاکید روش نداشته باشید برای اینکه راحت تر بتونید تلفظ کنید به این صورت دارم براتون توضیح میدم تکرار کنید با من تا خوب یاد بگیرید اتس آبویس اتس Not required. Require یعنی نیاز بودن، نیاز داشتن. نیکتو و not required یعنی نیازی نیست، نیازی نبود. با هم تکرار کنیم. Not required. Not required. It's nothing. It's nothing. Nothing حالت اول تلفظ تی رو در اینجا دقت بکنید تی ایچ زبونت زیر نیشه دندور بالا در همون حالت که نگه داشتی میگی س, س, س سارا Nothing Nothing ای کوتاهش رو هم در اینجا دقت کنید بین ای و ا. Nothing It's nothing یعنی چیزی نیست سخت نگیر اگر دارم این مسائل رو بر توضیح میدم با تمرین میتونی بهشون مسلط بشید و It's nothing چیزی نیست It's nothing It's nothing. Sounds great. Sounds great. Sounds یعنی به گوش رسیدن ما تو فارسی کمتر استفاده میکنیم بیشتر به نظر اومدن یعنی سیم رو به کار میبریم Sounds یعنی به نظر میرسه و دقت داشته باشید که در اینجا It داشته و It حذف شده It sounds great Great یعنی عالی دقت کنید بچه ها تلفظ آر رو در اینجا گر 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 great great sounds great عالی به نظر میرسه با هم تکرار کنیم it sounds great it sounds great that happens that happens that یا it برای اشاره به دور یعنی آن و اینجا اشاره میکنه به اون ماجراه happen فعل یعنی اتفاق افتادن و happens اس سوم شخصش برمیگرده به این فائل ما که در اینجا that هم میتونید بگید that happens یا هم میتونید بگید it happens پیش میاد اتفاق دیگه با هم تکرار میکنیم it happens یا that happens that happens that is easy that's easy is تلفظ درستش بچه ها ایز نیست از یه کوتاه ایش یه کوتاه بین ای و ای. و به صورت مخففتر گفته میشه that's that's easy easy یعنی آسان مثل easy peasy English که انگلیسی مثل آب خوردنه نه با هم تکرار میکنیم that's easy انگلیسی راحت آسونه that's easy. that's easy that's easy that is true that's true that یعنی اون ماجراهه است یه چیزی چه چیزی true دقت بکنید بچه ها اینجا تلفظ تر 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 این صدا رو باید بتونید در بیارید تر تی در انگلیسی یه مقدار محکمتر از ت در فارسی تلفظ میشه ت. ته. یعنی زبونتون پشت و بالاتر از زبونا یعنی پشت لسه لسه بالا چه چه یه ضربه داره و وقتی که به آر در انگلیسی میرسه آر هم همون بالاست یه کم عقبتر نزدیک سقف دهان میشه تر تر یعنی زبون از پشت لسه میره بالای اون سقف دهان میشه تر تر حالا true true اگر جایگاه زبانتون در, رو در تلفظ انگلیسی یاد بگیرید خیلی راحتتر میتونید انگلیسی رو درست تلفظ کنید و راحتتر صحبت بکنید با هم تکرار میکنیم That's true That's true Listen to me Listen to me Listen یعنی گوش دادن گوش دادن تو می به من و در اینجا listen یک فعل در ابتدای جمله اومدنی گوش بده امر میکنه یعنی گوش بده به کی تو می به من دقت بکنید چند تا نکته تلفظی رو لیسن و نمیگم لیسن تلفظ درست لیسن لیسن و در اینجا ت ت لیسن تو می لیسن تو می به من گوش بده و حالا همزمان که به من گوش میدی با من تکرار کن لیسن تو می لیسن تو می Nothing else. Nothing else! Nothing یعنی هیچ چیزی و تلفظ تی ایچ رو اگر دقت بکوید در اینجا حالت اول تلفظ تی ایچه. یکی از سوالاتی که خیلی از بچه ها همیشه میپرسن میگن استاد چطوری متوجه بشیم حالت اول تلفظ تی یا دومه تو دیکشنری اگر مراجعه بکنید دیکشنری های معتبر مثل کمبریج و اکرو، آکسفورد میبینید که تلفظ تی ایچ رو به صورت تتا نوشته میشه و تلفظ تی در حالت دوم به صورت اذ یعنی بیا همچین شکلی نوشته میشه صداش این شکلیه اینه که حالت دوم تلفظ TH و حالت اول به این صورت به صورت تتا و در اینجا حالت تتا حالت اوله nothing و ای کوتاه دو دوباره دارید مشاهده میکنید نمیگم nothing 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 else else یعنی دیگر غیر nothing else یعنی هیچ چیز دیگه ای همین داره که یاد بگیری هیچ چیز دیگه ای تو تلفظ مهم نیست چون همه رو یاد گرفتی با هم تکرار کنیم nothing else Nothing else. Not recently. Not recently. Recent یعنی اخیر و recently یعنی به صورت اخیر و یعنی در واقع اخیرن این اواخر. Not recently یعنی این اخیرن نه این اواخر نه. Not recently. Not recently. Right there. Right there. Right یعنی درست یا حق. سمت راست. there یعنی آنجا اول که آن رو باید داشته باشید زبونتون نزدیک سخف دهان و آی در اینجا تلفظش دقیقا آی right و در اینجا میشه گفت که جیت خونده نمیشه right به تی خط میشه و بعدش تی ایچ شروع میشه که حالت دوم تلفظ تی ایچه و وقتی که میخواید حالت دوم تلفظ تی ایچ رو ادا کنید زبونتون زیر نیشه دندون بالا در همون حالت سعی میکنید بگید ز میشه ذ. there یعنی آنجا right there right there چون در اینجا right به t ختم میشه و بعدش با th شروع میشه میتونید این t رو یه مقدار مخففتر و تو دماغی تر کنید میشه right there right there تقریبا نزدیک دی میشه در اینجا و بعدی با th حالت دوم شروع میشه میشه right there right there right there یعنی دقیقا همونجا و right در اینجا برای تاکید به کار میره there که یعنی همونجا و وقتی که میشه right there یعنی دقیقا همونجا با هم تکرار میکنیم right there right there not this time Not this time Not به تی ختم میشه دقیقا مثل عبارت قبلی و this حالت دوم تلفظ تی ایچه در اینجا Not this time و دوباره با تی تایم شروع میشه Not this time این دفعه نه اگر قرار بوده انگلیسی یاد بگیری و موفق نشدی در رفعات قبلی این دفعه دیگه اینجوری نیست اگر با روش پیش بیای و جملات رو تکرار کنی من تضمین میکنم که بتونید این بار این جملات رو راحت تکرار کنید و یک بار برای همیشه به ذهنتون بسپارید به جای اینکه کل 100 تا درس رو هزار تا جمله رو یک جا یاد بگیرید لطفا دونه بدونه جملات رو قوی کار بکنید یعنی هزار بار تکرار کنید not this time not this time Not this time. Hey, سناریوهای متفاوت رو تو ذهنتون بیارید بعد بگید not this time. این دفعه شکست میخورم not this time. Am I going to fail this time? Not this time. Not this time. Not this time. Not this time. بارها تکرار کنید اینو خوب اینجا یاد بگیرید بعد برید. بعدی. میدونم خسته کننده است اما وقتی هدف داشته باشید وقتی انگیزه داشته باشید قوی پیش میرید. پس با هم تکرار میکنیم Not this time. Not this time. I would love to. I'd love to. I would یعنی من مایلم متمایلم love عاشقش باشم تو که انجام بدم اون کار رو و مخففش میشه I'd love to I'd love to I'd love to یه مقدار فرق با I'd love to I'd love to یعنی عاشقشم که مثلا فلان کارو بکنم اما I'd love to یعنی متمایلم که عاشقش باشم یعنی همچین عاشقش هم که این کارو بکنم دقت کنید اون که است تو فارسی میگیم عاشقش هم که این کارو بکنم و اون وده در اینجا نقش اون که رو که همچین از اون عشق واقعی کم میکنه یعنی خیلی بیش از حد دوستش دارم پس شما هم میدونم که دوست دارید انگلیسی رو به راحتی و با سرعت و عمیق یاد بگیرید و میگید که I'd love to I'd love to I am thirsty. آیم thirsty. آیم که آیمه یعنی من هستم چی هستی thirsty? t th حالت اول تلفظ T زبون زیر نیشه دندون بالا سعی میکنی بگی ساره میشه th و آی کوتاه رو بعدش داریم I I th th thirsty و آ انگلیسی رو هم که اینجا داریم thirsty thirsty یعنی تشنه من تشنه یادگیری انگلیسی ام شما هم همینطور نه؟ پس با هم تکرار میکنیم I'm thirsty I'm thirsty Say something Say something Say یعنی گفتن و در ابتدای جمله اومده ساختار رو امری کرده یعنی بگو something یعنی یه چیزی بچه دوباره دقت داشته باشی تلفظ th رو در something thش حالت اول تلفظ th تی تی یعنی سه و حالت آی رو اگر توجه بکنید برای تلفظش بین ای و ا میشه something پس نمیگم something something درسته something چیزی یه چیزی say something چیزی بگو حرفی بزن با هم تکرار می Say something, say something. What a shame. What a shame Shame یعنی شرمساری What a shame یعنی باعث خجالت شد یعنی در حقیقت چه حیف بیشتر به این معنی که چه حیفه و ما اینکه این کار رو کردیم حیف شده باعث خجالتمون میشه What a shame دقت بکنید تلفظ دوبلی رو که میخواید در What تلفظ کنید لبهاتون حالت لولهی باید به خودش بگیره What و a What واته. A what a what a. که صدای شوا در ا میچسبه به تی در وات what. میشه what a shame شیم a شیم چه حیف چه حیف که این نکات رو تا الان نمیدونستیم و به این راحتی میتونی انگلیسی رو تلفظ کنی اون هم با تلفظ درست پس با هم تکرار کنیم what a shame شیم a shame Let us move on. let's move on let us یعنی به ما اجازه بده let یعنی اجازه دادن و در ابتدای جمله اومده let us یعنی به ما اجازه بده move on یک فعل عبارتیه اگه دقت بکنید move به و ختم میشه و on با آ شروع میشه میشه موو به هم میچسبن لتس موو آن اجازه بده که ادامه بدیم نگران یادگیری نباش هر جمله و هر عبارت رو بارها تکرار کن و then let's move on با هم تکرار کنیم let's move on let's move on not a problem not a problem problem یعنی مسئله یکی از مشکلات اساسی تلفظ ایرانی ها پر پر بچه ها این صدا برای ما شاید سخت باشه ولی با تکرار و تمرین میتونید بهش مسلط بشید پر پر این صدا رو باید بتونید تولید بکنید مثل پر پر problem پر،, پر پرا پر problem یعنی مشکل یا مسئله پس پرابلم نیست پر problem یعنی مشکل یا مسئله not a problem با تمرین not a problem مشکلی نیست بدون مشکل میتونی راحت تلفظ کنی تمرین کن با من not a problem not a problem are you alone are you alone are you یعنی آیا تو هستی تلفظ آر رو دقیق داشته باشی در آر زبونتون نزدیک سخف دهان میشه آر Are you آیا تو هستی alone یعنی تنها Are you alone یعنی آیا تنهایی آیا تنها به سر میبری با هم تکرار کنیم Are you alone Are you alone I have nothing I have nothing. I have من دارم nothing هیچ چیزی. تلفظ TH رو در thing که قبلا گفتیم something یعنی بعضی چیزها برخی چیزها و nothing یعنی هیچ چیز. I have nothing یعنی من هیچ چیزی ندارم. چیزی نداریم جز خدمت و عشق خدمت به شما جانان در هر کجای دنیا که هستید. I have nothing. I have nothing. What nonsense What nonsense What یعنی چه چیزی یا آنچه و اگر توجه بکنید تیش در اینجا یه مقدار مخفف میشه چون بعدش قراره نه در نانسنس رو تلفظ کنیم نانسنس یعنی چیزی که حس خاصی به آدم نمیده بی معنی چرته چرنده what nonsense یعنی چه چرند چه بی معنی مگه میشه انگلیسی رو تو یک جلسه یاد گرفت مگه کودک یک شبه شب شب میخوابه صبح بیدار میشه زبان مادریش رو یاد میگیره نه شما هم اجازه بدید کودک انگلیسی زبان ذهنتون و عضلات زبانی و دهانی کودکوار ذهنتون و بدنتون رشد کنن و بتونن هارمونی رو ایجاد بکنن برای بیان جملات انگلیسی پس بنابراین بیایید با هم تکرار کنیم What nonsense What nonsense Do not whisper Don't whisper Do not یعنی یک کاری رو نکن مخففش میشه don't Don't یه کاری رو نکن چه کاری؟ whisper دقت بکنید در اینجا آیچ در ویسپر ناخاناست پس آیه کوتاه رو باید توجه بکنیم بین ای و ویسپر ویسپر دونت ویسپر یعنی زمزمه نکن نجوا نکن با صدای رسا read aloud با صدای رسا بخون جملات رو don't whisper don't وسپر. that is enough that's enough that is یعنی اون چیزه است به اس ختم میشه thats بعد بعدیش با ای e در اناف شروع میشه ببینید میچسبه به هم thats enough enough thats enough thats enough enough یعنی کافی thats enough یعنی کافیه بس روش هایی که جواب ندادن یادگیری رو در شما ایجاد نکردن that's enough کافیه بسه با انگلیسی آب خوردن ادامه بده سری یاد بگیر فقط کافیه که جملات رو تکرار کنید با صدای رسا و با تکرار کافی that's it و that's enough that's enough what happened what happened What یعنی چه چیزی آنچه لب حالت لوله در what و Happened اتفاق افتادن و happened زمان گذشته what happened یعنی چی شد چه اتفاقی افتاد هیچی یادگیری انگلیسی داره در شما اتفاق میافته. با تکرار جملات what happened what happened talk properly talk properly talk یعنی صحبت کردن بچه‌ها دقت بکنید یکی از اشتباهات تلفظی رایجی که شنیده میشه شنید اینه که میگن تاک یه آی کشیده است اینجا اگر دقت بکنید این آ رو که دارم میگم آی کشیده است تاک الش هم که ناخوانی است تاک یعنی سخن گفتن صحبت کردن و تاک یک فعله در ابتدای جمله اومده یعنی سخن بگو حرف بزن properly یعنی به صورت درست proper یعنی درست مناسب و properly ال یک پسوند قیدسازه سازه یعنی به صورت درست و توجه بکنید تلفظش رو در اینجا ما دوباره یک پر پر در پرابلم براتون گفتم تلفظ پی و آر پشت سر هم قرار میگیرن گیرن باید این صدا رو به توی تولید بکنید پر پر properly اینجا properly properly به صورت درست مطمئنم که هیچ جایی به این صورت به این درستی و به این شیوایی تلفظ درست انگلیسی رو بهتون آموزش نمیدن Talk properly پس با من تکرار کنید لطفا Talk properly Talk properly Just a little Just a little Just یعنی فقط A little یعنی یک کمی بچه نکته تلفظی رو دقت بکنید اینجا ما یک آی کوتاه داریم یعنی در واقع ای کوتاه Little Little این دوتا تی هم که وضعیتش مشخصه در امریکن اگر بخواید تلفظ کنید میشه Little Little یه دی که یکم تو دماغیه یا اگر بخواید انگلیسی معیار و انگلیسی استاندارد آموزشی رو صحبت بکنید مثل فارسی که الان من دارم صحبت میکنم فارسی استاندارد آموزشی و فارسی معیاره میشه little اگه میخواید امریکنش بکنید میشه little just a little یا just a little یعنی یه کم یه ذره یه ذره یه کم با هم تکرار میکنیم just a little just a little just a moment Just a moment. Just یعنی فقط. Just a moment یعنی فقط یک لحظه. Moment یعنی لحظه. دقت بکنید بچه نکته تلفظی رو اینجا. Just ت ت ت ت just t -t و همیشه است به moment just a moment just a moment یه مقدار این تی رو تو دماغی می کنید just a moment just a moment فقط یک لحظه با من تکرار کن just a moment just a moment Let me check. Let me check. Let me یعنی به من اجازه بده. فعل let یعنی اجازه دادن و let me یعنی به من اجازه بده. اگه بخوایم بگیم به ما اجازه بده یا بیا یه کاری رو بکنیم میگیم let us یا lets. Let me یعنی اجازه بده به من چیکار کنم؟ چک، چک کنم. Let me check یا مخففتر let me check یعنی بذار چک کنم، بذار ببینم اوضاع چطوره. بیاید با هم تکرار کنیم. Let me check. Let me check. It is nothing. It's nothing. It's یعنی اون چیزه است. It اشاره میکنه به اون ماجرا. Nothing یعنی هیچ چیزی. تلفظ درستش رو گفتم قبلا و تی ایچ اشارت اوله و ای کوتاه رو دقت داشته باشید. Nothing. Nothing یعنی هیچ چیزی. It's nothing یعنی چیزی نیست. چیز خاصی نیست. شما هم با تمرکز و تلاش و تکرار میتونید مسلط بشید به تلفظ درست انگلیسی It's nothing It's nothing Do not give up Don't give up Give up یک فعل عبارتیه یعنی تسلیم شدن دقت بکنید اینجا این ایش ای کوتاهه و ای در اینجا ناخانه است Give, give, give و وقتی که به و ختم میشه در اینجا بعدیش با آ در آپ شروع میشه give up به هم میچسبند give up give up give up یعنی تسلیم شدن رها کردن بی خیال شدن do not یعنی یه کاری را انجام نده برای منفی کردن میاد do not give up یا don't give up یعنی تسلیم نشو بی خیال نشو don't give up من به شما میگم در مسیر یادگیری انگلیسی اگر خسته شدی don't give up استراحت کن و دوباره تکرار کن جملات رو یک جمله رو صد بار تکرار کن به جای اینکه یک درس کامل یک ساعتی رو صد بار ببینی یک جمله رو صد بار تکرار کن خوب یاد بگیر بعد برو بعدی روش درست و یادگیری عمیق اینه که در ذهنت ماندگار بشه از اولات زبانی و دهانیت مسلط بشن به بیان جملات پس don't give up don't give up do not say more. Don't say more. Don't گفتیم برای منفی کردن اومده یعنی یک کاری رو نکن چه کاری say گفتن don't say یعنی نگو more یعنی بیشتر آر رو که دارید در انگلیسی آر زبون نزدیک سقف دهان more more don't say نگو more بیشتر don't say more بیشتر نگو یاد گرفتیم تلفظ آر رو در انگلیسی میدونم که خیلیاتون هنوز سخته براتون یه نکته تلفظی هم اینجا بهتون بگم don't به تی ختم میشه و بعدش s در say گفته میشه don'ts don'ts مثل اینجا don't say don't say ببینید don't don't say don't say more بیشتر نگو من بیشتر نمیگم ولی شما بیشتر تمرین کنید با هم تکرار میکنیم don't say more don't say more don't tease me Don't tease me. Don't یعنی یه کاری رو نکن. تیز یعنی اذیت کردن، آزار رسوندن. Me مرا. Tease me یعنی منو اذیت کن. Don't tease me یعنی منو اذیت نکن. دقت کنید نکته تلفظی رو در اینجا یه دونه تی میشنوید. Don't tease me. Don't tease me. Don't یعنی در واقع میشه گفت که این ناخانا میشه. Don't tease me. Don't tease me. خداییش جملات رو تکرار کن. منو انقدر اذیت نکن. با هم تکرار میکنیم. Don't tease me. Don't tease me. Give me five. Give me five. Give me five یک اصطلاحه five احتمالاً به انگشتان دست اشاره میکنه Give me five یعنی به من پنج بده و در حقیقت منظورش اینه که بزن قدش شما هم بزنی قدش و give me five Give me five Are you single? Are you single? Are you یعنی آیا تو هستی؟ چه چیزی single؟ دقت بکنید نکته تلفظی رو در اینجا یه کوتاه دوباره داریم. single نمیگم سینگل سینگل بین ای و ا. Are you single? آیا تنهایی یا آیا مجردی یا متعهلی؟ Are, Are you single? Are you single? Are you single? Take your time. Take your time. Take که یعنی برداشتن یا گرفتن Your time یعنی زمانت Take your time یک حالت اصطلاحی داره یعنی عجله نکن از زمانت استفاده کن وقتی که میخوایم به طرف بگیم عجله نکن سر فرصت کارتو انجام بده از این عبارت میتونیم استفاده بکنیم با هم تکرار کنیم Take your time Take your time Thanks a bunch Thanks a bunch thanks یعنی سپاسگزارم ممنونم دقت دارید که thش حالت اول تلفظ تی ایشه. زبونتون زیر نیشه دندونه بالا و سعی میکنید در همون حالت که نگه داشتید بگید س مثلا سپاس thanks حالا اینجا به اس ختم میشه و بعدش با ا در ا آرتیکل ای شروع میشه thanks ببینید میچسبه به هم thanks bunch bunch یعنی خوشه یک دسته و وقتی که میخواد بگید که کلی ممنونم میتونید به اینکه بگید thanks a lot یا در معادل و هم ارز thanks a lot میتونید بگید thanks a bunch زیباتره نه؟ <applause> عبارت های متفاوتی برای بیان یک منظور وجود داره اینکه که یکیش میتونید بگید اون یکی رو نگید همچین چیزی نیست میتونید از عبارت های مختلف برای بیان یک منظور استفاده بکنید پس با هم تکرار میکنیم Thanks a bunch Thanks a bunch That is all right That's all right That's یعنی اون چیزه است به سه خط میشه در اینجا و بعدش با او در all right شروع میشه بچه چند تا نکته تلفظه اینجا داریم That's به سه خط میشه س. و در اینجا all right با او شروع میشه دقت بکنید که به هم میچسبن That's all right این الش هم خیلی تو دماغی و وقتی که میخواید r رو تلفظ کنید زبونتون نزدیک به سقفه دهان ولی لمسش نمیکنه میشه That's all right That's all right با من تکرار کنید فقط تکرار کنید جملات رو و ببینید که چه موجزهی در گفتارتون و انگلیسیتون رو خواهد داد با هم تکرار میکنیم That's all right That's all right That is amazing That's amazing. دوباره That به سه خط میشه و amazing با ا شروع میشه. یعنی یه صدای بین او Amazing. Amazing. Amazing یعنی شگفتنگیز. That's amazing. میبینید که that's ama amazing. That's amazing. شگفتنگیزه که با این روش چقدر میتونی عالی و سری انگلیسی یاد بگیری. با من تکرار کن. That's amazing. That's amazing. You are welcome. You're welcome. Welcome یعنی خوش آمدید و you are welcome یعنی شما خوش آمدید در واقع معنی لغویش میشه خواهش میکنم معادل راحت ترش میشه no worries no worries و عبارت دیگهش میشه you are welcome خواهش میکنم مسئله نیست you are welcome با هم تکرار کنیم حواست به R در R باشه و حواست به W در welcome You're welcome. You're welcome. You must relax. You must relax. You must. شما باید یه کاری رو انجام بدی. چه کاری؟ فعل در حالت ساده اومده اینجا. Relax. Relax یعنی ریلکس کردن، استراحت کردن. You must relax یعنی تو باید استراحت کنی. اگر خسته شدی، تسلیم نشو. You don't have to give up. You must relax. تو نباید تسلیم بشی You must relax باید استراحت کنی شما هم با خودتون تکرار کنید و به خودتون بگید You must relax You must relax I prefer coffee I prefer coffee بچه دقت بکنید زمانی که آر رو میخواید در انگلیسی تلفظ کنید زبانتون نزدیک سخف دهانتون باید باشه فرق میکنه با در فارسی بنابراین وقتی که میخواید پر در انگلیسی رو تلفظ بکنید اگر آر رو درست تلفظ کرده باشید پر گفتنش خیلی براتون راحته پر پر تا اینجا و بعدش میشه پرفر 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 یعنی ترجیح دادن آی prefer من ترجیح میدم چی رو کافی قهوه رو I prefer coffee. شما از این عبارت I prefer برای ساختن صدها جمله دیگه میتونید استفاده بکنید. شما چی رو ترجیح میدید؟ برام تو کامنت ها بنویسید و بگید I prefer یه چیزی. و فراموش نکنید که با هم تکرار کنیم. I prefer coffee. I prefer coffee. It is fantastic. It's fantastic. fantastic و نه fantastic و fantastic این شواس بین اوع fantastic یعنی فوق العاده یعنی حالت فانتزی داره یعنی انقدر فوق العاده است و it's fantastic یعنی فوق العاده است فوق العاده است که اینقدر راحت داری گفتار روون انگلیسی رو یاد میگیری با هم تکرار کنیم it's fantastic It's fantastic. It's different. It's different. بچه تلفظ different رو دقت بکنید اینجا ای کوتاهه و بین ای و ا different different it's different اون فرق داره با چی فرق داره با همه روشهایی که تا الان تکرار کردی و به نتیجه نرسیدی یا اگر کم رسیدی روش انگلیسی مثل آب خوردن کاملا فرق داره چون آن چیزی به شما آموزش داده میشه که از انگلیسی واقعیه و روش طبیعی یادگیری انگلیسی که یک کودک بال میکنه تر یادگیری زبان مادریش رو داریم اجرا میکنیم پس شما هم لطفا همراه باشید و به سان یک کودک که داره زبان مادریش رو یاد میگیره لطفا تکرار کنید اگر هم اشتباه داشتید در تکرارتون اشکالی نداره با تکرارهای دوباره و توجه به آن چیزی که دارید میگید میتونید رفش بکنید حالا با من بگید It's different It's different That is enough That's enough That's یعنی اون چیزه است That's به سه خط میشه نه اناف با ا شروع میشه That's enough میبینید که اینجا دارن به هم میچسبن برای راحتی تلفظ. That's enough That's enough کافیه انقدر نگو جملات رو تکرار کن That's enough کافیه اما <تصفح> عزیزم قربونت برم وقتی که شما با این درس تمرین میکنی فراموش میکنی که باید تکرار کنی که همش میگیم تکرار کنید برای اینه که در ذهنت باشه و جایگاه و جایی که باید تکرار کنی و گوش دادن تموم شد حالا تکرار کن اونجا رو بدونی این درس آموزشیه این فیلم تفریحی نیست باید باهاش تمرین کنی اگر بهش به عنوان یک فیلم تفریحی نگاه بکنی چیز زیادی ازش یاد نخواهی گرفت ببخشید که من انقدر صادقانه دارم بهت میگم اگر دوست داری یاد بگیری تکرار کن that's enough that's enough it is fine It's fine. Fine یعنی خوب. همچنین یه معنی دیگه داره یعنی جریمه، جریمه کردن. It's fine یعنی خوبه. تغییری در اوزاش ایجاد نکن یا مثلا وقتی که میخواید به طرف بگید که تغییری نمیخواد بدی. It's fine. یعنی اوکیه مشکلی نیست دیگه لازم نیست کاری بکنی میتونید از این عبارت استفاده بکنید با هم تکرار بکنیم It's fine It's fine Is that enough? Is that enough? Enough یعنی کافی That یعنی اون Is that یعنی آیا اون چیزه است چی کافی That's enough رو داشتیم یعنی کافی بس و میبینید که با جابجا جا کردن is و that حالت سوالی به خودش گرفته دقت بکنید تلفظ is رو یه کوتاه is is that اینجا هم تیه چالت دوم تلفظ تیه چی یعنی ز زبون زیر نیشه دندونه بالا سعی میکنید بگید ز that is that is that enough کافیه بس یا بیشتر توضیح بدم با من تکرار کنید لطفا is that enough is that enough more than that more than that more یعنی بیشتر than یعنی در مقایسه that اون چیزه more than that یعنی بیشتر از اون بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی این روش و تکرار جملات بهت میتونه کمک بکنه even more than that حتی بیشتر از اون با <laughs> هم تکرار کنیم more than that more than that it was nothing it was nothing It was یعنی اون چیزه بود دقت بکنید لب هام حالت لوله ای در W It was It was It was nothing TH اینجا هم که در nothing حالت اول تلفظ TH It was nothing چیزی نبود کار خاصی نکردم It was nothing یا اون صداه It was nothing اون صداه که اومد چی بود It was nothing پس با هم تکرار کنیم It was nothing It was nothing. How are things? How are things? How are you? How? با این تلفظ هو یا هاو نیست How? او یه همچین صدایی و همچین افتخیزی داره او How? How? things یعنی چیزها thing یعنی چیز و things یعنی چیزها th هم حالت اول تلفظ th و بعدش آیه کوتاه رو باید دقت بکنی یعنی نمیگم things things how are things چیزا کارا اوزا چطوره میتونید به جای how are you که بگید حالت چطوره بگید اوزا چطوره و از این عبارت استفاده بکنید how are things how are things How are things? What do you do? What do you do? What یعنی چه چیزی؟ Do you do یعنی کار چیه؟ دقت بکنید بچه ها برای احوال پرسی نمیتونید از What do you do استفاده بکنید وقتی که پرسیده میشه What do you do یعنی برای امرار معاش برای خرج زندگیت چه کار میکنی و به عبارتی یعنی شغلت چیه دوبلیو رو دقت بکنید از لحاظ تلفظی نکاتش رو براتون توضیح بدم دبلیو لبها حالت لوله ای و چیز دیگه ای نداره What do you do? What do you do? شغل چیه؟ با هم تکرار کنیم ببینیم شغلش چیه What do you do? What do you do? We should talk We should talk We should یعنی ما باید یه کاری رو انجام بدیم چه کاری؟ این فعل است talk در اینجا صحبت کردن چند تا نکته تلفظی داره وی لب حالت لوله در دبلی شود که شود همتون هم راحت میتونید تلفظ کنید تاک این آیش یه آی کشیده ایه همچین کوتاه نیست تاک we should talk خیلی ها دیده میشه میگن تاک we should talk نه این یه آی کشیده است we should talk و دقت بکنید اینجا به دی ختم میشه و بعدش با تی شروع میشه پس اینجا دیو که تموم کردید در شد یه مقدار محکم ترش میکنید که بشه تاک تی در تاک we should talk we should talk باید صحبت کنیم باید حرف بزنیم با هم تکرار کنیم we should talk we should talk we are now even we are now even We are یعنی ما هستیم لب حالت لوله در دبلیو رو که بلدید بارها گفتیم برای تاکید الان هم میگیم now یعنی اکنون بچه ها now یعنی اکنون نو no, یعنی دانستن و now یعنی اکنون we are now ما الان هستیم even even یعنی همست برابر همتراز و همچنین یعنی بی یه معنی دیگه داره یعنی حتی ولی در اینجا یعنی برابر بی حساب We are now even یه معنی دیگه هم داره یعنی زوج عدد زوج عدد فرد و زوج آد یعنی فرد ایون یعنی زوج We are now even یعنی ما الان برابریم بی حسابیم یه دونه زدی پشت من منم یه دونه زدم پشتت We are now even اما اون کسی که میبخشه همیشه برنده است حواستون باشه حالا با هم تکرار میکنیم. We are now even. We are now even. You know better. You know better. No یعنی دانستن. You know یعنی تو میدونی. Better یعنی بهتر. با تلفظ میار و استاندارد better. اگه میخواید امریکنش کنیم میشه better. You know better. شما بهتر میدونید شما خودتون بهتر میدونید که به جای اینکه کل صد تا جمله رو یک جایی یاد بگیرید ده تا ده تا اگر سخته پنج تا پنج تا قوی با تکرار زیاد جملات رو هر جمله رو یاد بگیرید و بعد برید جمله بعدی and of course you know better you know better do what you can do what you can do یعنی انجام بده what آنچه دو تا معنی داره یه معنی یعنی چه چیزی یه معنی دیگه یعنی آنچه اینجا یعنی آنچه دقت بکنید بچه تلفظ کن رو تلفظش کن با ا نیست با فتحه نیست و با ا هم نیست کن هم نیست کن دو what یو تلفظ درست انگلیسیش اینجوریه do what you can کاری که میتونی رو انجام بده برای بهبود اوضاع و شرایط خودت و طبیعتا آدم های دنیا و کل شرایط دنیا Do what you can Do what you can Why do you ask Why do you ask Why یعنی چرا بچه دقت بکنید ای که ناخانه است این هیچی دابلیورم لبها حالت لوله ای Why Do you ask یعنی آیا شما میپرسی و why یعنی چرا Why do you ask Ask یعنی پرسیدن Why do you ask اشم بین او ا Why do you ask چرا میپرسی چرا این سوال رو میپرسی و وقتی که طرف ممکنه یه سوال خیلی عجیب غریب و خیلی سوال دایرکت یعنی سوالی که خیلی مستقیمه و خصوصی از شما میپرسه کافی در پاسخ بگید why do you ask به طرف کاملا عقب نشینی میکنه امتحان کنید و حالا با من تکرار کنید که خوب مسلط بشید why do you ask why do you ask go to the point go to the point go یعنی برو تو با این تلفظ تو نیست قربونتون برم ت ت go to the t th h -e حالت دوم تلفظ t h -e در اینجا the go to the point point یعنی نقطه the point یعنی اون موضوع اون مطلبه اون نکتهه go to the point یعنی برو سر اصل مطلب انقدر هاشیه نرو go to the point شما هم با من تکرار کنید لطفاً Go to the point. Go to the point. I am so nervous. I'm so nervous. نرو یعنی عصب و نروس یعنی عصبی یا دست سو so در اینجا نقشش برای تاکید یا بیان شرایط حاضر یعنی من این چنین یا با این شدت عصبانیم یا دست پاچم I'm so nervous میتونید so رو هم حذف کنید I'm nervous یعنی من عصبیم یا دست پاچم و I'm so nervous یعنی من خیلی عصبانیم I'm so nervous I'm so nervous I misjudged you I misjudged you judge یعنی قضاوت کردن دقت بکنید اینجا رو دارم میگم judge جاج یعنی قضاوت کردن جاج با ایدی یعنی قضاوت کردن در زمان گذشته و پیشوند مس حالتیه که متضاد میسازه در انگلیسی مس جاج یعنی قضاوت اشتباه کردن میبینید که پیشوند مس متضادش رو ساخت آی مس جاجد یعنی من قضاوت اشتباه کردم یو تو رو در مورد تو قضاوت اشتباه کردم دقت بکنید که حرف اضافه دیگه نداره مثلا نباید بگید I misjudged about you I judged you یعنی من قضاوت کردم در موردت و اگه بخواید بگید اشتباه قضاوت کردم در موردت میتونید بگید I misjudged you دقت بکنید که در اینجا ای یه کوتاهه I misjudged you پس با هم تکرار کنیم همه رو یاد گرفتیم I misjudged you I misjudged you. If I were you. If I were you. If یعنی اگر. دقت بکنی تلفظ ای کوتاه رو if. نمیگم if یا f If اگر I were you. چرا were در اینجا استفاده شده برای آی زمیر آی مگه مفرد نیست. مگه ما نباید میگفتیم I was. چرا were گفته شده. این استثناست. If I were you اگه تو بودم و معنیش میشه اگر به جای تو بودم در ادامه میتونه جمله ادامه داشته باشه If I were you یه کاری رو میکردم اگر به جای تو بودم فلان کار رو میکردم خیلی داریم دیگه تو فارسی هم داریم تو همین فرهنگا اگر به جای تو بودم بیشتر جملات رو تکرار میکردم به جای اینکه کل درس رو یاد بگیرم یه جمله رو مسلط میشدم بعد میرفتم بعدی If I were you و نکته تلفظی این که لبها حالت لوله ای در W فراموش نشه و یکی هم که اینجا یه کوتاهه. If I ببینید اینجا میچسبه If I wear you If I were you با هم تکرار کنیم چقدر زیبا یاد میگیریم If I were you If I were you After four years After four years After یعنی بعد از زمانی که دارید R رو تلفظ میکنید زبونتون نزدیک به سخف دهان یه هم اینجا دوباره R داریم و یه هم اینجا چقدر R و برای تلفظ R تمرین خوبیه این جمله after four years, after four years, badaz chaharsal, after four years, after four years. how do you feel? how do you feel? How یعنی چطور چگونه Do you آیا شما انجام میدی یه کاری رو Feel یعنی حس کردن بچه دقت بکنید زمانی که دو تا ای پشت سر هم میاد در انگلیسی ایه کشیده میشه پس اینجاست که ایه کشیده میشه نه جایی که آی داریم جایی که آی داریم ایه کوتاهه مثل fill اون یک فعل دیگه است فعل یعنی پر کردن و فیل یعنی حس کردن How do you feel یعنی چه حسی داری؟ چطور حس میکنی وقتی که داری انقدر عالی این جملات رو یاد میگیری؟ How do you feel? How do you feel? I appreciate it. I appreciate it. اینجا میدونم که خیلیاتون مشکل تلفظی دارید و تجربه نشون داده خیلی حتی خیلی از زبان آموزان غیر ایرانی هم این کلمه رو مشکل دارن دقت بکنید با هم اینجا با هم تمرین میکنیم خوب یادش میگیریم آی که آیه آی من یه کاری رو میکنم appreciate از appreciation یعنی از قدردانی میاد و appreciate یعنی قدردانی کردن مثلا طرف یه کاری برای شما کرده میخواهید بگید که من قدردان اون کاری که شما برای من انجام دادید هستم it پس برمیگرده به اون ماجراه اینم یه کوتاه it it آی هم که آیه حالا بریم سراغ فعل appreciate اپ در اینجا اش بین ا و ا ر ر زبون نزدیک سقف دهان appreciate appreciate حالا کافیه اینجا آی رو بچسبونیم به ای در اینجا آی آی appreciate ای اینجا به ت ختم میشه و بعدی با ای کوتاه شروع میشه اینجا هم که دوباره بخوای بچسبونیم میشه تت تت پس اینجوری تلفظ میشه I appreciate I appreciate it. حالا با من تکرار کنید. I appreciate it. I appreciate it. I like you too. I like you too. I like یعنی من خوشم میاد. فرق داره با love. Love یعنی عشق ورزیدن به چیزی. دوست داشتن خیلی زیاد. I like یعنی من خوشم میاد. You از تو. I like you too تو در اینجا یعنی همچنین I like you too یعنی من هم از تو خوشم میاد این جمله در مقابل جمله است که به شما گفته یا ابراز کرده که من از شما خوشم میاد I like you too من هم از شما خوشم میاد با هم تکرار میکنیم I like you too I like you too I am not certain I'm not certain I'm not یعنی من نیستم I'm not certain یعنی قطعی یا قطعیت داشتن و مطمئن به تعبیری I'm not certain یعنی من مطمئن نیستم I'm not certain یا میتونید بگید I'm not sure مطمئن نیستم I'm not certain ورژن دیگری یا معادل I'm not sure میتونید هر دو رو استفاده بکنید با هم تکرار کنیم I'm not certain I'm not certain. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice یعنی خوش، خوب. Nice to خوشه که چه اتفاقی افتاده میت ملاقات کردم you تو رو. میت یعنی ملاقات کردن. دقت بکنید نقطه تلفظی رو در اینجا ت. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. خوشوقتم از اینکه شما رو ملاقات کردم. خوشبخت نه ها. هیچ کس با دیدار کسی خوشبخت یا خدای نکرده بدبخت نمیشه. خوشوقت میشه. یعنی وقتش خوش میشه که یه نفر رو ملاقات کرده. پس دقت داشته باشید در فارسی هم درست استفاده بکنید. و انگلیسی رو تکرار کنیم با هم. Nice to meet you. Nice to meet you. The first street. The first street The first یعنی اولین Street با این تلفظ و نه Street ای نداره اولش Street Street The first street خیابان اول کدوم خیابون برم The first street The first street What time is it? What time is it? What time is it رو در دوران راهنمایی یا مدرسه یاد گرفتید اما تلفظش رو میدونم که تا الان هیچ کس بهتون نگفته بیایید با هم یاد بگیریم بچه دابلی رو که میخواید تلفظ کنید در حالت لوله ای What اینجا دو تا تی داره به هم میچسبند What time What time Time A. time me اینم ناخانه است درسته What time is 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 اینم یه کوتاهه What time is اینجا به ز خط میشه و اینجا ای کوتاه دوباره زت. با هم تکرار کنیم با این روند و چسبوندنش به هم What time is it راحته نه آن چیزی که میشه نوید رو لطفا تکرار کنید What time is it What time is it What would you like What would you like What یعنی آنچه یا چه چیزی Would you یعنی تمایل دارید Like خوشتون بیاد و به تعبیری What would you like معدبانه داری ازش میپرسی که شما چی دوست داری به چی مایلی از چی خوشت میاد What would you like از چی خوشتون میاد از انگلیسی با تلفظ درست <applause> با هم تکرار کنیم What would you like What would you like Here is our menu. Here is our menu. Here is یعنی میخوام تقدیم کنم این چیزو به شما. وقتی قرار چیزی رو به کسی بدید میتونید بگید Here is. اینها ها اینجاست. Our menu. Our یعنی مال ما. Menu یعنی منو. منوی غذا مثلا. Here is our menu. این منوی ماست. تقدیم شما. Here is our menu. Here is our menu. I do not think so. I don't think so. I don't یعنی من یک کاری رو انجام نمیدم. چه کاری؟ think فکر کردن. TH در اینجا حالت اول تلفظ TH که زبونتون زیر نیشه دندونه بالا سعی میکنید بگید سپاس میشه th th think و ایش ایه کوتاهه. think so یعنی این چنین on tour و اگر دقت بکنید I don't think so چون قرار با هم روون بیان کنیم تیش مخفی میشه I don't think so انگلیسی سخته I don't think so اینطور فکر نمی کنم انگلیسی خیلی راحته با انگلیسی مستحاب خوردن فقط اگر تکرار کنی جملات رو دیگه چیزی لازم نیست کودک نمیاد بنویسه جملات رو فقط تکرار میکنه نه کودک زبان مادریش رو اینجوری یاد میگیره به خاطر همین این همه بهتون میگم دورتون بگردم تکرار کنید قربونتون برم فداتون بشم تکرار کنید جملات رو به جای اینکه کل درس رو تمرین کنی یک جمله رو بارها تکرار کن مسلط شدی برو بعدی این روش رو به کار بگیری دو سه ماه راحت میتونی مکالمه کنی روش دیگری وجود داره I don't think so I don't think so It is time to go. It's time to go. It's time. Yani زمانش رسیده. To 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 که چیکار کنیم to go که برافیم. It's time to go. It's time to go. وقت رفتنه. با هم همین ترتیب کرار کنیم. It's time to go. It's time to go. Nothing special. Nothing special. Nothing یعنی هیچ چیزی. Nothing نکات تلفظش ای کوتاه بین ای و, و ای حالت اول تلفظ تی ایچه. Nothing. Special یعنی مخصوص خاص. Special. ای ندار اولش. Special نیست. Special. Nothing special. چیز خاص یعنی سری یاد میگیری با تکرار جملات. Nothing special. Nothing special. It is impossible it's impossible نکات تلفظی رو دقت داشته باشید impossible یعنی غیر ممکن possible یعنی ممکن و m یک پیشوند متضاد تو انگلیسی impossible بل 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 این صدا رو باید بتونید در بیارید مثل possible probable بل بل able درسته این صدا رو باید بتونید تولید بکنید بی صداست بین بی و ال صدای وجود نداره بل 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 پاسیبل یعنی ممکن امپاسبل یعنی غیر ممکن اتس به سه خط میشه و امپاسبل امپاسیبل با ای کوتاه شروع میشه پس میشه اتسم اتسم سم سم یه کوتاه دیگه اتسم پاسبل It's impossible. غیر ممکنه اینکه که انقدر راحت بشه انگلیسی یاد گرفت. اما در انگلیسی مثل آب خوردن It's possible. کاملا ممکنه. با هم تکرار کنیم. It's impossible. It's impossible. That is all right. That's all right. That's یعنی اون چیز است. All right. قبلا تلفظش گفتیم که الش تو دماغیه و برای تلفظ آر تو نزدیک سقف دهان. all right. That's all right. و اینجا میشسبه. That's all. That's all right. That's all right. یعنی مشکلی نداره. اوکیه. Okay. با هم تکرار کنیم. That's all right. That's all right. You are an angel. You an angel. Angel یعنی فرشته. دقت کنید دکتر تلفظی رو. Angel. ای نیست. اهم نیست. بین ا و بهش میگن صدای شوا قبلا معرفی کرده بودیم انجل و همچنین در ان یو آر در اینجا ای ناخاناس یو آر ان انجل ننجل میچسبه به هم در اینجا یو آر ان انجل یو آر ان انجل تو یک فرشته با هم تکرار کنیم یو آر ان انجل یو آر ان انجل Do not be afraid. Don't be afraid. afraid. یعنی ترسیده. دوباره صدای شوار رو داریم. بین ا افرید یعنی ترسیده حراسان. Don't be یعنی نباش. یه چیزی نباش. چی نباش؟ Afraid حراسان. و در واقع یعنی نترس. حراسان نباش. به دل ترس را نداره با تکرار جملات بهشون مسلط میشی. با من تکرار کنید. Don't be afraid. Don't be afraid. You look great. You look great. You look یعنی تو به نظر میرسی. Look یعنی به نظر اومدن. You look یعنی تو به نظر میرسی. Great. عالی. نکات تلفظی رو دقیق داشته بشید. در اینجا look بین او و او. Look به نظر رسیدن. و در اینجا گر, گر،, گر، این صدا رو باید بتونید تولید کنید. مثل great. great یعنی عالی بزرگ عظیم you look great تو عالی به نظر میای شما رو میگه ها چون داری جملات رو تکرار میکنید you look great you look great keep the change keep the change چنج یعنی تغییر دادن یک فعله اما در معنی اسمی یعنی بقیه پول میشه چنج بهش میگن کیپ یعنی نگه داشتن فعل در ابتدای جمله اومده یعنی نگه دار چی رو؟ the change اون بقیه پول مشخص که رو که دارم در موردش صحبت میکنم به خاطر همین از تی ای, ای, ای استفاده میکنه وقتی چیزی خریدی اگر پول نقد یا کش دادی میتونی اگر نخواستی بقیهش رو بگیری که خیلی عرفه تو امریکا و کانادا و میتونی بگی بقیه پول برای خودت با من تکرار کنید لطفا Keep the change Keep the change Can I try it on? Can I try it on? یه مقدار اینجا پیچیده است try on یک فعل عبارتیه جدا شوند است یعنی چی؟ یعنی try on یعنی چیزی رو امتحان کردن بر تن زدن مثلا لباس try on از فعل عبارتی try on استفاده میشه جدا شوند است چرا؟ چون میتونه مفعول بیاد بینش قرار بگیره try it on به تنهایی یعنی به تن بزنش چی رو؟ اون لباسه رو it داره اشاره میکنه به اون لباس مشخص try it on یعنی یه تن بزن بهش حالا داره پرسشی میپرسه میتونم به تن بزنمش میتونم پروفش کنم تو فارسی میگیم پروف کردن can اینجا هم can بین ا و can I اینجا هم نش میچسبه به آی can I try it on میبینید که به هم چسبیدن can I try it on آیا میتونم پروش کنم به تن بزنمش؟ با هم تکرار کنیم Can I try it on? Can I try it on? I am here for you. I'm here for you. I'm here یعنی من اینجا هستم در خدمت شما هستم for you برای تو به خاطر تو اینجام به خاطر تو دارم این درس رو با تلفظ درست انگلیسی آن چیزی که خود نیتیو ها بلدن و بیان میکنن به شما آموزش میدیم در انگلیسی مستاب خوردن I'm here for you من به خاطر تو اینجام I'm here for you I'm here for you ما اینجا این پشتیبان شما ایم جملات رو تکرار کنیم با هم I'm here for you I'm here for you This is not fair This isn't fair This isn't یعنی این نیست This اشاره میکنه به اون ماجرایی که داره در موردش صحبت میکنه Fair یعنی منصفانه This is fair یعنی منصفانه است Fair enough یعنی منطقیه منصفانه است و this is not fair یعنی منصفانه نیست که انقدر باید تلاش کنیم برای انگلیسی دقیقا منصفانهش همینجاست آن کسی که تلاش میکنه نتیجه میگیره ممکنه که با پول مدرک خریداری بشه ولی بعدا به مشکل خواهد خورد اون فرد بچه ها تلاش همیشه جواب میده با هم تکرار کنیم و تلاش میکنیم this is not fair this is not fair You know me well. You know me well. نکته تلفظی well یعنی خوب به خوبی در اینجا لبها حالت لوله‌ای در W. Well. You know me یعنی تو منو میشناسی ول well, به خوبی یا خوب You know me well تو منو خوب میشناسی شما میدونید که آن چیزی که در انگلیسی مثل آب گفته میشه کابلا صادقان است و بر اساس تحقیقات علمی است و آن چیزی است که شما باید از انگلیسی واقعی یاد بگیرید You know me well با هم تکرار کنیم You know me well You know me well Bite your tongue bite your tongue بایت یعنی لقمه و همچنین گاز گرفتن در اینجا فعله و در ابتدای جمله اومده یعنی گاز بگیر tongue یعنی زبان بایت your tongue یعنی زبان تو گاز بگیر چه حرف بدیه میزنی یا چه حرف نادرستیه میزنی میتونید از این اصطلاح استفاده بکنید bite your tongue bite your tongue you have my word You have my word. Word یعنی کلمه. لب حالت لوله‌ای در دبلی رو دقت داشته باشید. You have در وقتی میخواید وی رو تلفظ کنید نیش دندون بالا لب پایین رو میگزه ما صدای وی رو تو فارسی داریم پس نگران کننده و مشکل ساز نیست you have My word فقط دابلیو رو نداریم که بهتون بارها گفتم لب حالت لوله You have my word یعنی حرفم داری و, و یعنی وقتی که حرفتون رو به کسی میدید یعنی قول دادید بهش You have my word یک حالت اصطلاحی داره حرفم داری بهت حرف زدم قول دادم بهت با هم تکرار کنیم You have my word You have my word after five months. After five months. After یعنی بعد از five که پنج months یعنی ماها. دقت بکنید تی چش حالت اول تلفظ تی اچه و زبونتون زیر نیشه دندون بالا سعی میکنید بگید س و خودش یه دونه سم داره نه چسبوندن این دوتا یکم سخته و شاید به گوش نرسه ولی در واقع اتفاق داره میفته months ببینید months after five months میبینید یه مقدار مخفی میشه ولی در حقیقت به گوش میاد با هم تکرار کنیم after five months after five months apology accepted apology accepted apology یعنی عذرخواهی خواهی دقت بکنید اینجا رو ای حالت شواز apology apology accepted دوباره یه دونه اینجا شوا داریم بین اوه و accepted accept یعنی پذیرفتن و accepted یعنی پذیرفته شد apology accepted یعنی پوزشت پذیرفته شد که عذرخواهی کردی بابت اشتباهت apology accepted apology accepted are you allergic are you allergic are you یعنی آیا تو هستی allergic یعنی آلرژی دار کسی که آلرژی داره حساسیت داره دقت کنید که استرس هم در اینجا است. روی ال allergic یعنی اینجا باید تاکید کنید توش allergic با هم تکرار کنیم are you allergic are you allergic are you pregnant are you pregnant pregnant یعنی حامله حواستون باشه بچه ها پی آر رو تلفظش رو داشتیم پر پر pregnant pregnant یعنی حامله are you pregnant یعنی آیا حامله آیا بارداری با هم تکرار کنیم are you pregnant are you pregnant do not mention it don't mention it منشن یعنی عنوان کردن ات برمیگرده به اون ماجراه به اون موضوع و وقتی که میگی don't mention یعنی مطرحش نکن صحبتش رو نکن و اگر در مورد پول باشه یعنی صحبتش رو نکن قابل این حرفا نیست چند تا نکته تلفظی داره اینجا دقت بکنید don't mention به نخت میشه نه و وقتی که ای کوتاه رو در ات داری میشه mention net. Don't mention it. Don't mention it. و تیش اینجا یکم مخفف میشه وقتی که روون میگید. Don't mention it. مطرحش نکن. خواهش میکنم. قابلی نداره. با هم تکرار کنیم. Don't mention it. Don't mention it. I didn't mean to. I didn't mean to. Mean یعنی منظور داشتن. معنی جدی و خیلی گستاخانه را میده اما در اینجا یعنی منظور داشتن تو یعنی مین تو یعنی منظور داشتن برای انجام فلان کار I didn't یعنی من یک کاری رو نکردم مین منظور داشتن تو که انجام اون کاره باشه I didn't mean to یعنی منظورم این نبود قصدم این نبود تلفظش دقت کنید I didn't mean تو منظورم این نبود که اون کار را انجام بدم یا قصدم از انجام یا ها گفتن این حرف اون نبود که تو رو ناراحت کنم مثلا با هم تکرار کنیم I didn't mean to I didn't mean to I am really sorry I'm really sorry Sorry یعنی متاسف بودن بچه ها دقت کنید جایی که میتونید تلفظ R رو تمرین کنید یکیش توش sorry sorry زبون نزدیک که سخف دهان ولی نمیچسبه sorry پس نمیگیم sorry sorry که یعنی متاسفم ابراز تاسف میکنم ریلی really, یعنی واقعا I'm really sorry یعنی من واقعا متاسفم میتونید به جای really بگید so I'm so sorry و so در اونجا باز هم برای تاکید به کار میره I'm so sorry یا I'm really sorry یعنی من واقعا متاسفم با هم تکرار میکنیم I'm really sorry I'm really sorry Thanks a million Thanks a million Thanks یعنی ممنونم a million یعنی یک میلیون بار دقت کنید بچه ها a million نیست Thanks TH حالت اول تلفظ TH thanks سه 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 ببینید به همین چسبه، thanks سه حالا اینجا یه کوتاه داریم million 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 یعنی yani میلیون Thanks a million یعنی یک میلیون بار از شما ممنونم من هم به شخصه از جانب انگلیسی مثل خوردن میلیون بار از شما تشکر می کنم که جملات رو تکرار می کنید و به خودتون اجازه میدید که از رهگذر انگلیسی مثل خوردن تلفظ درست رو و انگلیسی واقعی رو آن چیزی که در کانادا و امریکا داره اتفاق میفته و مردم دارن به عنوان انگلیسی درست با هم تبادل میکنن یاد میگیرید Thanks a million. با هم تکرار میکنیم Thanks a million. Thanks That makes sense. That makes sense. That اشاره میکنه به اون چیزه که داره در موردش صحبت میکنه. اون چیزه makes. Makes sense کردن یعنی منطقی به نظر اومدن. قابل فهم منطقی به نظر میرسه. اون ماجراه that makes sense. Makes sense میکنه. make سنس گفتم یعنی منطقی به نظر اومدن و میگی که اوکی منطقی به نظر میشه قابل پذیرشه خیلی استفاده میشن بچه ها این هزار تا جمله که تو این سری از درس ها داریم بهتون آموزش میدیم شدیدن در زندگی روزمره استفاده میشن و کاربرد دارن پس یاد گرفتنشون خیلی میتونه در پروسه یادگیری مکالمات انگلیسی و صحبت کردن انگلیسی به شما کمک کنه به خاطر همین بهتون میگم که انقدر تکرار کنید جملات رو دلیلش اینه و الان شما میگید That makes sense منطقی به نظر میرسه نه؟ <laughs> That makes sense That makes sense The second street The second street the second یعنی دومین the he یعنی اون دومین خاص the second street یعنی خیابان the second street یعنی خیابون دوم قرارمون کجا باشه خیابون دوم با هم تکرار کنیم the second street the second street خیلی از بچه ها میپرسن چرا انگلیسی فراره چرا آن چیزی که میخونم از ذهنم خارج میشه چرا در ذهنم نمیمونه دلیلش اینه که شما سعی میکنی حجم زیادی از اطلاعات رو وارد ذهنت بکنی مثل اینکه سعی کنی 100 تا پیتزا رو یک جا بخوری سخت نه به جای اینکه 100 تا جمله رو یک جا یاد بگیری یک جمله رو 100 بار تکرار کن حالا اگر سخت 50 بار تکرار کن 20 بار تکرار کن تا مسلط نشدی جمله بعدی رو کار نکن پس لازمه که دوباره این درس رو از ابتدا کار کنی حواست باشه به این نکته اینجوری پیش بیا تضمین میکنیم که موفق میشی امیدواریم با حمایت و همراهی شما ادامه بدیم این درس ها رو ممنونیم برای همراهیتون لطفا نظرات سازنده خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و سپاسگزاریم که سال هاست ما رو حمایت و همراهی میکنید